سلام، آرزوی صحتمندی تو ندارم. انیل آرایان هستم با خلاصه کتاب عادت های اتمی. یک، عادت های کوچک است که تعیین میکند چقدر موفق میشویم یا میوازیم. دو، چالش ها مهم نیستند. مهمترین حرف این است که بتوانیم بعد از چالش روی پای خود بایستیم. همیشه کوشش بکنید تا پتانسیل خود را در هر کار فعال بکنید. هر روز 1% خوبتر و بهتر از روز قبل شوید. باید در کارهایتان اجماع سودهای حاشیه‌ای داشته باشین، یا در زندگیتان از هر کوچکترین سودی که میتونین ببرین لذت ببرین و اونا را با هم جمع بکنین. به طور مثال، اگر در زندگیتان میتونین که یک فاصله را در یک وقت کم طی بکنین، اما فاصله را هم میتونین با وقت زیاد طی بکنین. امی که فاصله را با وقت کم طی میکنین به این معناست که شما یک سود بردین و این گونه عادت ها را در خودتان وقتی که جمع بکنین در طول یک روز، این میشه اجماع سودهای حاشیه‌ای. مسئله دیگر ترکیب عادت ها هست. بهره‌وری، یک مهارت جدید هر روز کوچک و ساده را یاد بگیریم. فرق نمی کند که از اضافه کردن متن روی یک صفحه کتاب باشد یا استفاده کردن از یک دکمه کامپیوتر. یک مهارت کوچک هر روز میتونه ما را در دراز مدت کمک بکنه تا مهارت بیشتری در یک کار یاد بگیریم. ترکیب دانش کوچک اما هر روز ادامه باید داشته باشد. شما اگر روز یک مقاله، روز یک خط کتاب، روز یک صفحه کتاب بخونید، در دراز مدت شما را تبدیل به یک کتابخانه بزرگ میکنه. ترکیب روابط کمک کردن و مهربان بودن با دیگران شما را میتونه کمک بکنه که بهترین خودتان را به جامعه رو بدین. ترکیب استرس عوامل کوچک مثل ترافیک را پیدا کنید و رفع کنید. قطعا همه شما در جاهای روزمره به ترافیک برمیخوریم و در ترافیک اعصاب ما خرد میشه به اصطلاح. اما در همین مواقع وقتی که کمتر یا کوچکتر هستند، یا در ترافیک کوچکتر گیر میمونیم یا در بزرگتر گیر میمونیم، مهمی است که ما کنترل خود را حفظ بکنیم و در شرایط مثل یک ترافیک خود را وقتی حفظ بکنیم یا در یک بیروبار به اصطلاح هم خود را حفظ بکنیم، ما حتما میتونیم که در شرایط بحرانی هم خود را در دراز مدت حفظ بکنیم. این ترکیب استرس های است که ما میتونیم داشته باشیم. اگر در یک امتحانی که ارزشمند زیاد نیست و را خود را کنترل بتانیم، بعد از اون میتونیم در تمام نوع امتحانات خودمون را آماده و کنترل داشته باشیم. ترکیب افکار منفی هر فکری که دیگران میکنن، دیگران هم همان فکر را برای شما میکنن. شما ببینین اگر که برای دیگران منفی متصور هستین، کتاب میگه که دیگران هم همچو فکر را احتمالا نسبت به شما دارن. ترکیب خشونت عصبانیت های کوچک در دراز مدت شما را یاغی میکنند. اگر شما از چیزهای کوچک عصبانی شوین، در دراز مدت همین چیزهای کوچک باعث میشه که شما تبدیل به یک فرد عصبی و زود رنج و همچنان خیلی خشن شوین. تغییر روش مهمترین راه پیروزی هست. مهم نیست که شما چه راهی را در پیش دارین. همیشه راه اول، راه دوم که اگر به جواب نمیرسه، دلیلش این است که ما باید روش های متعدد را برای رسیدن به هدف ما انتخاب بکنیم. یک چیز همیشه باید داشته باشین که برنده ها و بازنده ها هر دوی از اینا اهداف یکسان دارن و چیزی مهمی که در اونا فرق میکنه عادات و رفتارشان نسبت به کارهایی است که انجام میدن. و چیزی مهم دیگه ای که در کتاب گفته شده، اگر فقط به نتایج فکر کنیم اصول خلق نمیتوانیم. ما هر روز وقتی که برای کاری که در مقابل ما قرار داره فکر میکنیم، اگر همیشه به نتایجش فکر بکنیم، ما اون لحظه ای که باید کار بکنیم را از دست میتیم و در نتیجه باعث میشه که ما نتانیم نتیجه مطلوب را خلق بکنیم. نتیجه مطلوب از چی خلق میشه؟ از اصول خلق میشه که ما وقتی که زیاد به نتیجه فکر بکنیم، اصل و اصول بر زندگی خود و بر کار خود و بر خلاصه به هدف خود خلق نمیتونه. هدف نباید محدود به یک چیز باشد، باید یک چرخه باشد. همیشه ما یاد داشته باشیم که ما با یک رسیدن به یک هدف تمام زندگی ما سر و سامان نمیگیره. پس نیاز هست، پس ضرورت هست که ما چرخه از اهداف را داشته باشیم که با همیشه بزرگ شون، همیشه تغییر پیدا بکنن، همیشه چیزی بزرگتری، چیزی خوبتری داشته باشیم برای رسیدن بهش.
چون اگر که ما یک هدف را معطوف بسازیم خود را، و وقتی که حتی اگر به او هدف هم برسیم، بعد از او فرد مطلوب زندگی ما خود ما نخواهیم. همیشه فعال واقع بمانه، فرق نمیکنه که در هر حیطه زندگی میکنیم، فعالیت یا فعال بودن چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ فکری، هر دوش ما را میتونه کمک بکنه که عادات خوبی را بر خود ما خلق کنیم. منظور از همیشه فعال بودن ذهنی اوورتینکینگ یا مو اضافه فکر کردن نیست. ما باید فکر روی اهداف و تمرکز روی برنامه خود ما داشته باشیم. عادت های اتمی کوچک هستن اما تاثیرگذار هستن، یا همیشه یاد ما باشه، چون اتم ها کوچکترین جزء ماده هستن اما مهمترین جزء ماده هستن، چون بدون اتم نمیشه که ما ماده داشته باشیم. پس عادت های اتمی دقیقا همین مطلب را برای ما میرسن. یک کتاب باید شما یک هدف مشخص داشته باشین تا بتونین به یک نتیجه دلخواه و مطلوب برسین. در تغییر عادت های غلط همیشه انسان ها و ما انسان های امروزی که با این حجم از توقعات زندگی میکنیم، دو اشتباه یا دو تعبیر اشتباه در عادت های خود ما داریم. یکی حذف، دو تمرکز روی نتیجه. ما اکثرا حذف میکنیم خیلی چیزا رو در اهداف ما، و دوم تمرکز روی نتیجه داریم که هر دوی از اینا برای ما در دراز مدت زیانبار است. چرا که وقتی ما یک هدف بزرگ داریم، وقتی کوچکترین اجزای از را حذف میکنیم، در دراز مدت تبدیل میشه به یک چیزی بی‌ارزش، و ذهن ما تشخیص میده که بی‌ارزش است اما انگیزه کافی برای مبارزه کردن برش را دیگر نداره. به این اساس پس ما نیاز داریم که در عادتهای خود ما حذف را، البته در قبال اهداف بزرگ ما، حذف را در پیش نداشته باشیم. و زیاد تمرکز روی نتیجه داشتن هم چیزی خوبی نیست، و برای تغییر یک عادت زیاد به نتیجه باید فکر نکنیم که چی نتیجه خواهد داد، بلکه به این باید فکر بکنیم که بعد از رسیدن به مو هدف مطلوب ما تبدیل به چه شخصی میشیم. فرق نمیکنه اگر شما هدفتون رسیدن به $1,000,000 باشه، $100,000 باشه در جامعه افغانستان، $100,000 هم به مسابقه $1,000,000 در جامعه بیرون است، که اگر شما به $100,000 برسین، مطمئن باشین از دو راه میشید به دست بیارین. یکی از زیاد تلاش کردن، اهداف مشخص داشتن، هر روز برش تلاش کردن، در مسیر خیلی از چیزها رو یاد گرفتن. و یکی دیگه هم میشه که ما باید به طور اتفاقی با یک چانسی به این چیز برسیم، که یه هم اردش ممکن هست، اردش امکان پذیر هست، ما هیچ کدام شرح رد نمیتونیم. اما مهم چی هست؟ اوی که در مسیر یاد گرفته و آموزش دیده و میفهمه که با پول خود چی بکنم، یا حداقل همون شخصیت برش شکل گرفته، خیلی متفاوت از او فرد که یک شبه به پول رسیده. پس ما زیاد تمرکز ما روی چی باشه؟ شخصی که بعد از رسیدن به هدف میشیم، نه ای که چی نتیجه بعد از رسیدن به هدف میگیریم. دیگه چیزی که یک کتاب زیاد مهم گفته شده، اقدام های کوچک در بلند مدت بهترین روش ایجاد یک عادت است. شما هر روز یک عادت کوچک را در خودتان ایجاد بکنه، در دراز مدت باعث میشه که شما یک فرد شاین که دیسپلین و انضباط شخصی قوی داره. و چیزای کوچک در واقع هم اتم های زندگی ما هستن که در مجموع یا در دراز مدت تبدیل میشه به ماده زندگی ما، که یعنی خود زندگی ما باشه. ما یاد ما داشته باشیم باید که همیشه نتیجه کسب شده ربط به اهداف ندارن، بلکه ربط به سیستم دارن. شما سیستم را که در پیش میگیرین برای رسیدن به هدفتان، به مراتب مهمتر است از نتیجه که کسب میکنن. اما مثال قبلا را برتان زدم، شما ممکن است از یک طریق یک شبه به یک هدفتان برسین، اما مهم شما در مسیر چی چیزایی را که یاد میگرفتین، شما را به چی شخص تبدیل میکرد. پس شما باید همیشه عادات ما در کل خود ما را یادآوری میکنیم. ما باید همیشه عادات را در خود ما تبعیه بکنیم که در دراز مدت باید رشد و تعالی یک شخصیت بزرگ در داخل خود ما شد. به این ترتیب ما کتاب هایی که میخوانیم را خلاصه میکنیم، و این بود کتاب عادات های اتمی نوشته جیمز کلیر. مهمترین حرفش، اول و آخر حرفش همی بود که عادات اتمی یعنی عادات های کوچک که در دراز مدت باعث میشن که شما یک عادت بزرگ، یک سیستم منظم و یک پرنسیب زندگی عالی داشته باشید.
و ما قسم که اتم های کوچک ماده را می سازه، عدد های کوچک هم زندگی را می سازه.